عرض ادب میکنم. اینجا محل اولین دیدار من با معبود ذهنیم بود. ایران، لرستان، دریاچه گهر. سال اول دانشکده حقوق بودم که از یک تصویر ذهنی خودم الهام گرفتم و در این تصویر نشانه‌ای بجز خورشید گرفتگی نبود. فرق خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو نمیدونستم. شروع کردم به تحقیق. خورشید گرفتگی چی هست؟ کجا میتونم بخرمش؟ فهمیدم که در ایران محلی هست که میتونم مطابق با تصویر رویایی ذهنم خورشید گرفتگی رو رصد کنم. اون محل دریاچه گهر بود. با همه توانایی کمی که داشتم در زمان دانشجویی بار سفر بستم و برای رصد کردن این پدیده به دریاچه گهر رفتم. میل داشتم هر آنچه که از این پدیده قابل مشاهده هست و میشه روش تحقیق کرد برنامه ریزی بکنم تا این کسوف رو رصد بکنم. این اولین مرکب من بود برای دیدار معبود خودم. زمان خورشید گرفتگی شد. ترتیبی داده بودم که بررسی کنم روی حیوانات، آب دریاچه و مشاهداتی که انسان‌ها میتونن بکنن در زمان خورشید گرفتگی و ثبتش بکنن. آسمان تاریک شد. در تاریکی آسمان الماسی درخشید که شیفتگی این الماس در ذهن من ثبت شد و آنچنان دلبند این تصویر شدم که میل به دوباره دیدنش داشتم. کسوف تموم شد. اگر میخواستم این تصویر رو دوباره ببینم باید به دوردست ها سفر میکردم. خورشید گرفتگی بعدی سال 2001 در افریقا، کشور زیمبابوه بود. اونجا هم در جنگل‌های گنونو گم شدم، اما تونستم 4 دقیقه خورشید گرفتگی کلی رو رصد بکنم. وقتی که خورشید گرفتگی رو رصد کردم فکر این بودم که خورشید گرفتگی بعدی کجاست. باز هم در آفریقا بود، اما متاسفانه در سال 2002 موفق به دیدنش نشدم. تمام حامیان منو رها کردن. نگران نشدم چون خورشید گرفتگی همیشه بود. فقط سالی یک بار شاید سایش از روی زمین عبور می کرد. خورشید گرفتگی بعدی در قطب جنوب بود. من که نمی تونستم به آفریقا که اینقدر نزدیکه سفر بکنم، چطور باید برم قطب جنوب تا خورشید گرفتگی رو ببینم؟ اما به هر ترتیب به لطف طبیعت مهیا شدیم. انسان‌ها موفق شدن برای اولین بار خورشید گرفتگی رو در قطب جنوب ببینن. این خورشید گرفتگی 1 دقیقه و 13 ثانیه به طول می انجامید. زمان خورشید گرفتگی سکوت بی‌نظیری روی یخهای قطب شمال جاری بود. حتی پنگوئن‌ها که دائما سر و صدا می‌کنن و حرف می‌زنن زمان خورشید گرفتگی سکوت کردند. آثاری که خورشید گرفتگی روی طبیعت می‌ذاره به این شکل تا این اندازه
برای من غیر قابل باور بود. چرا؟ خورشید گرفتگی سایه‌ایه که توسط ماه به روی زمین هر هفت سال پنج بار عبور میکنه. اگر این سایه رو بتونیم ما دنبال بکنیم، میتونیم خورشید گرفتگی کلی رو ببینیم. در اون دو سالی که از هفت سال خورشید گرفتگی اتفاق نمیفته، کنفرانس بین المللی خورشید گرفتگی رو در دنیا برگزار میکنن. به هر شکل تونستم راه پیدا بکنم به کنفرانس بین المللی خورشید گرفتگی در انگلستان سال 2004. اونجا طرح ایده خودم رو بر مبنای اثرات خورشید گرفتگی روی کره زمین مطرح کردم. تونستم توجه استاد بزرگی مثل پروفسور پاساکوف رو جلب بکنم که راهنمای من باشه در این طیف علمی. خورشید گرفتگی بعدی در جزایر گالاپاگوس اقیانوس آرام بود. این خورشید گرفتگی از نوع کلی حلقوی هست که در یک قسمتی حلقوی و در قسمت دیگه کلی هست. یک کشتی که تمامی حرفه‌ای‌های خورشید گرفتگی مثل پروفسور پاساکوف، فرد اسپناک، دیوید لوی در این کشتی بودن، منم موفق شدم با این کشتی به رصد کسوف برم. 29 ثانیه خورشید گرفتگی رو رصد کردم و سعی کردم گزارش روزانه رو به دنیا مخابره بکنم. اونچنان فعالیت گروهی کردم که در سال 2005 من رو به لیگ نجومی آمریکا دعوت کردن. و در لیگ نجومی آمریکا وقتی فعالیت خودم رو برای دنبال کردن سایه ارائه دادم، یه خانم محترمی بلند شد و ازم سوال کرد. یعنی چی که شما میرین قطب جنوب آفریقا، میخواین قطب شمال برین دنبال سایه، تا کجا میخواین برین؟ من فقط یک کلمه پاسخش رو دادم. گفتم تا فضا. و از اون لحظه به بعد تلاشم رو کردم راهی رو پیدا بکنم چطور این سایه رو در فضا دنبال بکنم. بعد از دیدن خورشید گرفتگی 2006 در آفریقا، عزمم رو جزم کردم آماده بشم تا به قطب شمال سفر بکنم و خورشید گرفتگی رو با یک کشتی بسیار پیشرفته و هسته‌ای به نام 50 سال پیروزی رصد کنم. در قطب شمال 122 نفر از دانشمندان به همراه من و 3 نفر ایرانی تونستیم خورشید گرفتگی رو رصد بکنیم. این کشتی امکانات و تجهیزات فوق‌العاده‌ای در خصوص دیتا برداری از اقیانوس، یخ‌ها و پوسته زمین داشت. با این تجهیزات در زمان خورشید گرفتگی من بررسی‌هامو کردم. متوجه شدم که با این تعداد کسوف‌هایی که در هر هفت سال فقط پنج بار ما مشاهدهش می‌کنیم، امکان به دست آوردن فرضیه‌ای که بتونیم آتشفشان‌ها، زمین‌لرزه‌ها رو پیش‌بینی‌های طویل مدت بکنیم نیست. باز فکر کردم. ناامید نشدم. در این سفر تونستم نظر اساتید علمی رو جلب بکنم تا روی پروژم محکم‌تر قدم بردارم. وقتی خورشید گرفتگی در قطب شمال آغاز شد، حلقه الماس زیبا رو که دیدم فکر کردم خورشید گرفتگی بعدی کجاست؟ نترسین، خورشید گرفتگی بعدی توی جزایر آدمخوارا بود. برعکس این تصور که این آدم‌ها خطرناک هستن،
نه بسیار مهربان و مهمان نواز بودن. خورشید گرفتگی رو در جزایر آدمخوارا 4 دقیقه به نظاره نشستم و بعد از خورشید گرفتگی ناگهان نیم ساعت بیهوش شدم و احساس کردم خورشید گرفتگی بعدی رو نمیتونم ببینم. توی ذهنم نیومد و همینطورم شد. کسوف 2010 رو نتونستم ببینم، کسوف 2012 رو نتونستم ببینم. با همه تلاش ها از بین راه برمون گردوندن. کسوف 2013 در افریقا بود، کنیا. خودم آماده کردم کنار دریاچه تورکانا، اسات فیلم برداریم رو گذاشتم. درست 1 دقیقه قبل از خورشید گرفتگی کلی طوفانی شد که خورشید رفت پشت ابرا و باز هم کسوف رو نتونستم ببینم. فکر میکردم که دیگه کسوف با هم قهر کرده. چرا؟ چون من دنبالش نرفتم. تصمیم گرفتم پروژم رو کامل بکنم. طرح ایده رصد خورشید گرفتگی از فضا رو دادم. در 3 کنفرانس قبلی اجازه شرکت بهم نداده بودن، اما در کنفرانس بین المللی 2014 در امریکا تونستم شرکت بکنم و از ایده تازه‌ای که برای رصد خورشید گرفتگی از فضا داده بودم دفاع بکنم. اونجا اساتیدی مثل پروفسور پاساکوف، فرد اسپناک، گلن شنایدر بسیار بسیار تشویقم کردن و مشوق من بودن که این راه رو ادامه بدم. فکر کردم تلسم دیدن حلقه الماس رو شکوندم، اما سال 2015 متاسفانه باز نتونستم کسوف رو ببینم. تا اینکه کسوف 2016 شد، یک کشتی که 1860 اکلیپس چیسر یا جوینده کسوف دنبال میکرد اون رو من همسفر شدم باش. گفتم حتما خداوند به خاطر اینها هم که شده ابر نمیاره تا من کسوفم رو ببینم. زمان خورشید گرفتگی شد. حلقه زیبای کسوف رو دوباره دیدم. دلم خیلی روشن شد. کسوف با هم آشتی کرد. حالا میتونم دنبال این سایه برم. کسوف بعدی توی آمریکاست. 2 دقیقه و 42 ثانیه طول میکشه. من به دنبال آرزوم و معبودم یک دور افقی و عمودی به دور کره زمین زدم. هر انسانی آرزوش همچون اثر انگشت خودش منحصر به فرده. من آرزومو پیدا کردم. میدونم سال دیگه باید کجا باشم و به دنبال این آرزوم تا فضا میرم. شماها تا کجا میرید؟ مرسی.